برنامه عملیات نجات افغان ها چطور به پیش میره؟ چرا اینقدر به نظمی بسیار زیاد است یا ای که برنامه ریزی شما تحت تاثیر پیشرفت های غیر مترقبه طالبا قرار گرفته است؟ برنامه اصلی مایی بود که خانم ها، کودکان، کماندان ها و نظامیانی را که در پست های دفاعی کار میکردند کمک کنیم اما این برنامه تکمیل نشد اکثر برنامه ها در اول کمی مشکل می داشته باشد اما تیم ما در بنیاد ارکسلوس متشکل از پیلوت های نظامی معمولیت های خاص هستیم و برخی از های زمینی از قوای خاص امریکا با ما کار می کنند. و ما اکنون به دلیل وضعیت پراندگنده و شکننده کمک بشری از اینجا تلاش می کنیم. ما با افغان از طریق دور و توسط تلفن پیام و تصویر و ایمیل همکاری میکنیم و امرایشان کار میکنیم آنها کسانی هستند که ما به آنها رابطه داشتیم و با خانواده هایشان غذا خوردیم و در کنارشان شانه به شانه جنگیدیم و به آنها اعتماد داشتیم و اکنون هرچه بتوانیم برای نجات آنها انجام میدهیم به خاطر که رابطه خصوصی عمیق با آنها داریم در حال حاضر برای رسیدن به هدفتان و موفقیت پروژه تخلی افغان ها به چی نیاز دارید؟ yeah, so what, what it, what yeah. برای موفقیت این معمولیت ما با زمان و مکان نیاز داریم و هیچ کدام بدون یک تیم قوی که مانند یک بسته تیر با هم بسته و متهم باشد ممکن نیست و ما تیم خوبی را برای این بنیاد غیر انتفاعی انتخاب کردیم. ما سیاست نرم که تماس با افسران متقاعد و سفرا و سایر امریکایی هاست استفاده کردیم و برخی روابط را با شورای امنیت ملی، قصر سفید، وزارت خارجه و همچنان با افغان ها داریم چون این باید یک پلان افغانی باشد. <applause> کار ما بدون روابط حسنه که با افغان ها داریم امکان پذیر نبود. ما با هم خدمت کردیم و سرباز بودیم این مسئله است که بر روابط مسلکی ما تاثیر گذاشته است و ما از راه دور از طریق پیام های تلفنی ویدیو و ایمیل با هم در وضعیت بسیار شدید کار می کنیم و همه آن مربوط به اعتماد است که با آنها داریم Um, شه مپروسیشن اوسې افراده چطور به پیښ میبارین تذکرهای برقې را قبول میکنین او ی افراده به کجا منتقل میکرید یا ناوز ا very good question so um how do you want to evaluate the risk reduction بسیار سوال خوب است ما مسئله کاهش خطر را بررسی میکنیم ما با واحدهای مأموریت ملی کماندوها و واحدهای پلیس معمولیت خاص کار میکنیم که متفاوت از تشکیلات اردوی افغان است فراتر از این که ما مسئولیت اخلاقی در برابر آنها داریم این از محدوده های نژادی فراتر رفته و به وفاداری به یکدیگر و کماندان و حکومت افغانستان میانجامد جای تاسف است که اکثر این افراد در رأس فهرست طالبان هستند که خواهند آنها را ممکن هدف قرار دهند و حتی اعدام کنند اما از طرف دیگر ما یک عمده کاهش خطر را آماده کردیم و با شرکای ما در کشورهای مانند سریلانکا، بوتسوانا، بحرین، جمهوری چک و سایر کشور تشریک کردیم که طبق آن آنها برای کمک و کاهش خطر برای این افراد وعده همکاری کردند و فراتر از پروسه های اداری افراد مستحق ویزه خاص مهاجرت SIV و پی 2 یا پناهجویان با ما در تماس هستند و ما به آنها کمک خواهیم کرد.